بزرگ داشته جان باختگان دهه 60 در عین بزرگ داشت یه تلفیقی هست با مبارزات جاری در ایران به ویژه مبارزات جنبش همگانی اخیر در ایران به این مفهوم که بازجوها دست افرادی که در رأس هرم قدرت حضور داشتن و الان دایره آزادی خواهی سر میدن امثال موسوی کرمی سازگارا گنجی طوری هم برخورد میکنن که انگار اون رفیقان اون یاران ما شکنجه دادیم ما کشیم بدین مفهوم این شعار نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم خیلی زنده به جاست و باید تکرار هم بشه تا موقعی که مسببین اصلی و در کلیت تمامی مسئولینی که مستقیم و غیر مستقیم به ابعاد گوناگون و اشکال مختلف در خفقان جامعه در زندانی کردن شکنجه اعدام قتل سنگسار همه و همه دست داشتن محاکمه و دادگاهی بشن مسئول شناخته بشن این موردی هست که کمیته‌های مختلف دادخواهی داره به پیش میره اما در بخش دوم برنامه جناب حسن فخاری از زندانیان سیاسی قدیم صحبت خواهند کرد در ارتباط با زندان سیاسی در دو نظام من شخصا خیلی خوشبختم که رفقای کمیته یادمان این افتخار به من دادن که در حضور خانم اشرفی و جناب فخاری باشم ایشون متولد 1324 هستند چندین بار در زمان شاه و جمهوری اسلامی دستگیر و زندانی شده اولین دستگیری ایشون به سال 1346 برمیگرده در ارتباط با علی اسکرولادی و اون گروهی که محفلی که اون دوره کار میکرده دومین دستگیری ایشون اواخر اسفند 48 هم پرونده بودن با کرامت دانشیان و یوسف آیاری سومین دستگیریشون در جشن‌های 2500 سال است چهارم دستگیری جناب فخاری در حاشیه پرونده خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان بوده ایشان در زمان رژیم جمهوری اسلامی در سال 61 به مدت 14 ماه دستگیر و تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفتن آقای حسن فخاری اخیرا خاطرات زندان خودشون رو تحت نام سایه های همراه منتشر کردن البته بحث امروز معرفی کتاب ایشون نیست که بررسی و پژوهش در مواردی که در این کتاب اومده فرصت مجال و مکان دیگه ای میتلبه و بحثشون صرفا در ارتباط با زندان سیاسی جناب فخاری امروز با توجه به تجربیات خودشون از زندان در دو دوره رژیم جمهوری اسلامی به مثابه رژیمی که امتداد درست و صحیح رو از زمان رژیم شاه حفظ کرده یعنی رژیم شاه در واقع پایه‌های اساسی رژیم جمهوری اسلامی رو ریخت و الان هم این بختک 32 ساله که بر ایران حاکمه امیدواریم که روزی روزگاری همین بحث‌های روشنگرانه رو در ایران و در خاوران‌ها و در لعنت‌آباد‌ها به پیش ببریم با این توضیح از رفیقمون حسن فخاری تقاضا می‌کنم که بحث رو شروع کنم فراوان به جانباختگان راه آزادی و برابری و با درود فراوان به شما خانم ها آقایان سخنم را با بخش از کتاب خاطراتم با نام سایه هایم را آغاز میکنم روی تخت خواب آهنی به روی شکم دراز کشم میکنم دست پایم را با دستم به بالا پای تخت طوری محکم میبندد که نتوانم تکان بخورم با وجود چشمان روی چشمم پتوی پشمی سیاه سربازی را هم روی سرم میاندازم تا در صورت کنار رفتن چشمم نتوانم قیافش را ببینم با هر یک از ضربه های پی در پی شلاق که بر روی کف پا و کمرم فرود می آید برق از چشمانم بیرون می جهد انگار با پتک در سرم می کنم
احساس میکنم رگ و ریشه هایم اصلا گسسته میشود. از ضربه های شلاق خود میپیچم و فریاد میزنم. هرچه بیشتر حرکت میکنم دست پایم را تکان میدهم، دستبند و پابند تنگتر شده و عمیقتر در گوش تنم مینشیند. با هر دم و بازدم مقداری پشم پتو به دهانم فرو میرود. دهان و گرویم پر از خلق و پشم پتو شده. کمبود اکسیژن نفس کشیدن را مشکل کرده. میگویم باز کن، هرچی میخوایی میگویم. میگوید ما چیز نمیخوایی. خودت هر فعالیتی داشته بگو. اسم مسئول نام سازمانیت را بود. صفحه 224. اینها را همه میدانم. یعنی همه چیز را میدانم. گفتنی ها بارها و بارها گفته شده. جنایت های هر دو رژیم شاه و شیخ به دفعات برملا گرده. تنها یادآور یک نکته قابل ذکر است، آن این که زندان های رژیم اسلامی را نمیتوان زندان نام نهاد. قوانین جوامع بشری، قوانین جوامع متمدن بشر امروزی با قوانین شرق قابل قیاس نیستند. در قوانین شرق چیزی به نام زندان و زندانی مفهومی ندارد. به بند کشیده شده گناهکار است، نه مجرم. زندانی اصیل یا گناهانش نابخشودنی که مفسد فرعرض نامیده می شود که در آن صورت قطرش واجب است، و یا اینکه گناهکار که او را با شلاق و دیگر شکنجه ها زجر می دهند تا از گناه پاک و مبرا شود. در این صورت شلاق خورنده تو بخوان شکنجه شده می باید ممنون شکنجگر باشد، زیرا او باعث کردید گناهان پاک و عاقبت به خیر شود. شکنجگر هم به خاطر این کار الهی ثواب خود را می برند. اینها جزی از قوانین شریعت می باشد. جوامعی که تک نفره داره می شود مثل حکومت های ایران، حاکمان چشم دیدن اندیشه های دیگر را ندارند. در رژیم گذشته شکنجگر جسم دیگر اندیش را به زیر شلاق و درفش می کشید. آن را آغشته به خون می ساخت به خاطر افکاری که به مذاق حاکمان خوشاینده می آمد. سالها افکار را در حبس نگاه می داشتند تا از سرایتان به دیگران جلوگیری شود. با این تصور که شاید هم زندانی عبرت بگیرد و دست از افکار مخرب خود بردارد. تا زمانی که زندانی زیر بازجویی بود، در انفرادی نگه داشته می شد، تمام مراحل بازجویی با چشم باز انجام می گرفت. برعکس در جمهوری اسلامی تمام مراحل بازجویی با چشم بسته است. از انفرادی به عنوان شکنجه روحی استفاده می کنم. زندانی را ماها و سالها در سلول های تک نفره نگاه می دارند تا روحی مقاوم زندانی را در هم شکنند. شکنجهگر اسلامی به غیر از لب و لبرده کردن جسم زندانی، با وارد کردن انواع و اقسام شکنجه های روحی سعی می کند روحی مبارز و شخصیت انسانی زندانی را خورد و او را حقیر شمارد، بی هویت سازد، ماهیت انسانی را از او بگیرد. تا تمام توان و ابزارهای فشار می خواهد زندانی دست از افکارش بردارد و اسلام حاکمان را جایگزینان کند. بعد از تمام این مراحل او را هضم می کنند. تجاوز به زندانی برای تأخیر از نظر عرف اسلامی اشکالی ندارد. بیان که با ابزارهای مختلف شکنجه زندانی را وادار می کنند تا در حضور جمع اقرار کند از مرامش دست برداشته، بعد او را به دار می آویزند تا مبادا قهرمان ملی شود. باید گفت زهر خیال باطل.